وقوع انفجار در 40 ستون. هشدار وزیر صحت از وقوع فاجعه انسانی در هفته‌های آینده. تأکید خلیلزاد بر کاهش خشونت و اجرای سریع تعهدات حکومت. سفر دیپلمات‌های ایران به کابل به خاطر غرق شدن مسافران در مرز ایران. ملاقات حنیف اتمر با سفیر جدید روسیه. و در پایان چند رویداد کوتاه دیگر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از اقرپرس، حوالی ساعت 7:44 دقیقه صبح امروز در مربوطات حوزه هفتم ساحه نو برج 40 ستون یک اراده واسطه رنجر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته و در نتیجه یک تن مجروح گردیده است. خبرگزاری افق با نشر چندین عکس از این انفجار نگاشته است. بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل یک تن زخمی شد. صبح امروز بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که یک رنجر پلیس را در حوزه هفتم امنیتی شهر کابل هدف قرار داده بود، یک نفر زخمی شد. در همین حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که در صورتی که مردم در برابر ویروس کرونا بی‌پروایی کنند و محدودیت‌های گشت و گذار را رعایت نکنند، در هفته‌های آینده فاجعه انسانی در کشور را خواهد داد. آقای فیروز روز چهارشنبه 31 ثور هنگام بازدید از شفاخانه افغان ژاپن، مرکز اختصاصی بیماران کووید 19 در کابل، با ابراز نگرانی از وقوع فاجعه انسانی ناشی از ویروس کرونا از مردم خواست که در روزهای عید از دید بازدید با اقاربشان خودداری کنند. او همچنین گفت که برای جلوگیری از ابتلا به کرونا مردم باید فاصله گیری اجتماعی و بهداشت شخصی را رعایت کنند و از ماسک نیز استفاده کنند. وزیر صحت عامه در جریان این بازدید از افزایش آزمایش نمونه‌های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای کشور به 2000 آزمایش در یک شبانه روز نیز خبر داد. او تأکید کرد که وزارت صحت عامه تلاش می‌کند تا زمینه تشخیص ویروس کرونا را در تمام لابراتوارهای ولایات فراهم کند. فیروزالدین فیروز گفت این وزارت برای رفع چالش تأخیر در اعلام نتایج نمونه‌های گرفته شده اقدامات انجام داده است و این چالش‌ها نیز به زودی رفع خواهد شد. او از طرف‌های درگیر جنگ در کشور نیز خواسته است که از مراکز صحی استفاده سیاسی نکرده و حمله بر مراکز و کارمندان صحی را متوقف کنند. سفر خلیلزاد، تأکید بر کاهش خشونت‌ها و اجرای سریع تعهدات حکومت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که گفتگوی سازنده با طالبان داشته است و به آنان گفته است که تمام جوانب باید خشونت را کاهش دهند. او افزوده است که در کابل هم با رهبران حکومت در مورد عملی ساختن تعهداتشان سر دولت در توافقنامه صلح به توافق رسیده است. خلیلزاد بامداد روز پنجشنبه 1 جوزا در یک رشته توییت‌های گفته است که در ملاقات با طالبان تأکید کرده است که مواد توافقنامه صلح قطر با هم پیوسته است. او نوشته است: من 3 ملاقات سازنده با ملا برادر و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان داشتم. تأکید نمودم که توافقنامه ایالات متحده آمریکا با طالبان در هم پیوسته است.
تعهدات ضد تروریسم، مذاکرات بین الافغانی، خروج نیروها و کاهش تدریجی خشونت که منجر به آتش بس دائمی شود. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در ادامه نوشته است که در مورد خشونت نیز با طالبان گفتگو و تاکید کرده که تمام طرفهای درگیر باید خشونت را کاهش دهند. او افزوده است در مورد خشونت من با طالبان گفتم که تمام جوانب باید با خشونت را کاهش دهند. از اینه این جنگ را افغانهای بیگناه بسیار زیاد و از مدت ها متحمل شدند. خلیلزاد در پایان افزوده است که طالبان تعهداتشان را به توافقنامه و تطبیق آن ابراز داشتند. توافق بر تطبیق سریع توافقنامه صلح. زلمه خلیلزاد همچنین در یک پیام جداگانه گفته است که در سفرش به کابل با رهبران حکومت بر تطبیق سریع تعهدات در توافقنامه صلح و اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان به توافق رسیده است. با گفته او بخشی از این تعهدات رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی است. غرق شدن مسافران در مرز، هیئت دیپلماتیک ایران به کابل سفر می کند. وزارت امور خارجه اعلام کرد که یک هیئت عالی رتبه و دیپلماتیک ایران برای تحقیقات همه جانبه درباره حادثه شکنجه و غرق شدن مسافران افغان در آبهای مرز هریرود وارد کابل می شود. این وزارت روز چهارشنبه 31 سال در یک اعلامیه گفته است که هیئت ایرانی بر ریاست محسن بهاراوند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در تحقیقات با دولت افغانستان درباره ادای شکنجه و غرق شدن مسافران افغانستانی در مرز با ایران همکاری و اشتراک خواهد کرد. در اعلامیه آمده است بر اساس موافقتنامه کمیساران سرحدی ایران و افغانستان که در سال 1335 منعقد شده است، هیئت دیپلماتیک از تهران به کابل میآید تا در تحقیقات با دولت افغانستان در مورد کشتار کارجویان افغان شرکت کند. حنیف اطمر با سفیر جدید روسیه ملاقات کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با آقای دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان امروز ملاقات نمود. با گزارش سپوتنیک در این دیدار آقای اطمر ضمن خوش آمدید و آرزوی موفقیت به دیمیتری ژرنوف سفیر فدراسیون روسیه از توسعه همکاری های بین دو کشور اطمینان داد و ابراز امیدواری نمود که با آغاز کار سفیر جدید روابط میان دو کشور هرچی بیشتر گسترش یابد. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان با تاکید بر اهمیت روابط میان دو کشور از یک دید استراتژیک در مورد اراده موجود در راستای گسترش روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف من جمله نقش دولت روسیه در روند صلح افغانستان و زمینه‌سازی برای مذاکرات بین الافغانی به تفصیل صحبت نمود. در مقابل آقای ژرنوف با تحسین از روابط تاریخی میان دو کشور و روحیه موجود در مورد گسترش همکاری با وزیر امور خارجه اطمینان داد و اظهار نمود که در زمان ماموریت خیش در افغانستان تلاش خواهد نمود تا روابط میان دو کشور بیشتر تقویت گردد. در این دیدار سفیر فدراسیون روسیه نسخه اعتمادنامه خیش را به سرپرست وزیر امور خارجه تقدیم نمود. پمپئو میگوید حکومت و طالبان به میز مذاکره حاضر شوند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که به شدت در تلاش است تا زمینه استقرار صلح در افغانستان را فراهم کند. او در تازه‌ترین اظهاراتش از حکومت و طالبان خواسته است که دور مذاکرات بنشینند. آقای پامپیو روز چهارشنبه 31 سال در یک نشست خبری در واشنگتن از توافق بین غنی و عبدالله استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه را برای تسریع آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم کند. او افزود ما از هر دو رهبر می خواهیم که تحرک ناشی از این نتیجه مثبت را در مسیر تسریع تلاش های شامل ساختن حکومت در مذاکرات بین الافغانی قرار دهد. پامپیو در عین حال بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید کرد و از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا به میز مذاکره و گفتگوی بین الافغانی وارد شوند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در گفتگوی جداگانه با رهبران حکومت و طالبان درباره کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای داخلی صلح بحث کرده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.